الله اكبر حواسین دفتن به شروع کامرس دایر شد اصلا دفتن بلند بسید بدونی مایک دفت جنرال مایک میگیرو آه برای بلند دفت کابل که در شهاده صالحین زیارت ده چه بورده ده خواجه انصار رحمت الله علیه زیارت دیدل که گیده کابل خر در طول زیارتونو اوسیدون که واغی تعقید لرون که کسان د علم یا جنده پا در لودو سر دغ زیارت ترازی او د همدی زیارت سر یوزه کی گی او د عاشورا د مبارک ورازی مراسم لمانزی په ډیره اسلامي هیوادونو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د عاشورا یا د محرم الحرام لسمه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېږي. اوس موږ د شهدای صالحین په سیمه کې یو. په دغه سیمه کې لکه څرنګه چې لیدل کېږي د کابل ښار د ټولو تکیه خانو او زیارتونو څخه خلک راځي او د عالمونو او جنډو په راوستلو سره دوی هغه پورتې سیمې د خواجه تمیم انصار زیارت ته ځي او دا جنډې په هماغه ځای کې ځای پر ځای کوي.
صالحین کې د خواجه تمیم انصار زیارت دی چې دغه ځای څخه ټول جنډې یا علمونه چې له بیلابیلو تاکیخانو او بیلابیلو زیارتونو راوړل کېږي په دغه ځای کې یوځای کېږي. د دې ځای د دغه مراسمو عقیده لرونکي مسلمانان چې کوم دی هغه دغه مراسمو ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په خورا جوش او ولولو سره دغلته ځانګړي مراسم ترسره کوي لکه څرنګه چې تاسې هم وینئ. لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ولیدل په دغه ځای کې چې شهدای صالحین دی په کابل کې په ځانګړه توګه د عاشورا د لسمې ورځې څخه نمانځنه کیږي. اوس هغه وخت دی چې له دغه ځای څخه د عالمونه یا جنډې بیرته هغو ځایونو او زیارتونو ته وړل کیږي له کومه ځایه چې راوړل شوي وي. بنام یاد خدا و با عرض سلام، امروز سه‌شنبه 15 قوس سال 1390 خورشیدی است که برابر می شود با ششم دسامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر مهم: کشته شدن 55 تن و زخم برداشتن 134 تن دیگر در حمله انتحاری در کابل. برگزاری مراسم بزرگداشت از عاشورا در سرتاسر افغانستان و تأکید علمای دین بر وحدت ملی در افغانستان. من اورانوس مصمم هستم. در یک حمله انتحاری در کابل 55 عزادار عاشورا کشته و 143 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در منطقه مرادخانی نزدیک زیارت حضرت ابوالفضل زمانی رخ داد که یک انتحار کننده مواد امراه خود را در میان عزاداران منفجر کرد. وزارت داخله به شدت این حمله را محکوم کرده و با تایید رقم تلفات طالبان مسئله را مسئول این حمله اعلام کرده است. اما طالبان این حمله را تخبیه کرده و گفتند آنان در این کار دست ندارند. در همین حال رئیس جمهور کرزی نیز این رویداد را به شدت محکوم کرده و به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است. جمایل فرید گزارش می دهد. حوالی 11:50 دقیقه چاشت روز سه‌شنبه، زمانی که مردم در مراسم عاشورا سرگرم یاد بود از این روز بودند، یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری خود را در میان عزاداران عاشورا در نزدیکی زیارت ابوالفضل ناحیه دوم پلیس کابل منفجر کرد که تلفات بزرگ جانی بر جا گذاشت. زیارت ابوالفضل آقا مصروف مراسم بودند که مراسم به طرف پایانی خود رسیده بود. یک گروه تازه که رسید در داخل از این گروه تازه اشخاص انتحاری خود جا زده بودند که متاسفانه از اثر انتحار از اونا تعدادی از هموطنان مسلمان و عزادار ما شهید شدند. اندک پس از این رویداد نیروهای امنیتی به محل رسیدند و با انتقال اجساد و زخمی ها آغاز کردند. وزارت داخله رقم تلفات برخواسته از این رویداد را 55 تن و زخمی ها را 134 تن خوانده. میگوید طالبان مسلح مسئول این رویداد بودند، اما گروه طالبان در اعلامیه این رویداد را تقبیح کرده و گفتند که آنان در این کار دست ندارند. دولت و مردم افغانستان خاصتا نیروهای امنیتی افغانستان این حادثه را به شدت محکوم میکنه. یک عمل بسیار جنایتکارانه است، یک عملی است که طالبان یک بار دیگر همونطوری که در طول 10 سال گذشته
و در طول سالیان متمادی اینا بیرحمیشون، جنایتشون و اعمال نابخشودنیشون مردم ما میفهمیدن، یک بار دیگر نشان دادن که قسل قلب هستند، بیرحم هستند، قاتل مردم ما هستند. حتی در روز مذهبی، در روزی که مردم از نواسه پیامبر بزرگ اسلام تجلیل میکنه و این روز به عزاداری میشینه، او هم در خانه خدا در مسجد از این عمل انتحاری خود دریغ نکردن. در همین حال شاهدان رقم تلفات این رویداد را بیشتر از این میگویند که وزارت داخله اعلام کرده است. سالش اگر خدا کردن ما بسته نکنه 100 نفر خو بسیار بوده. تقریبا نگم 30-40 نفر دیدیم تو بالا برده. شهید شده. 2 نفر. رئیس جمهور کرزی که در بیرون از افغانستان به سر میبرد حمله انتحاری در کابل را به شدت محکوم کرده و مراتب همدردی خود را به خانواده قربانیان این رویداد ابراز کرده است. همزمان با این شماره از نهادهای سیاسی و دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید نیز بانه کوهش این حمله خواستار حفظ یکپارچگی در میان مردم افغانستان شده است. در پی این جنایت یک هدف مخفی دیگر وجود دارد. یکوی عبارت از ایست که دامن زدن نفاق مذهبی در افغانستان است. امیدوار هستیم که مردم ما به هوشیاری خود متوجه توطئه باشند. از یک طرف با بیداری در جلوگیری از همچو جنایات در همکاری با نیروهای امنیتی میتونه مردم ما نقش مؤثر داشته باشند. از طرف دیگر توطئه کلان در نظر بگیرند و برای خونسا کردن از او وحدت مردم افغانستان. گفتنی است که این نخستین بار است که یک مراسم مذهبی در افغانستان هدف حمله قرار میگیرد. شمار از رسانه ها گزارش کردند که مسئولیت این رویداد را یک گروه طالبان پاکستانی موسوم به لشکر جنگجویی به عهده گرفتند. در این حال وزارت صحت عامه میگوید قربانیان این رویداد به شفاخانه های سردار محمد داوود خان، امرجنسی، ابن سینا و جمهوریت انتقال داده شدند و تحت تداوی قرار دارند. سخنگوی این وزارت میگوید وضعیت شمار از زخمی های این انفجار وخیم است. پس از آن که مراسم عزاداری در زیارت ابوالفضل توسط یک انتحار کننده برهم خورد، ده ها زخمی این رویداد به شفاخانه های کابل انتقال یافتند. مسئولان در وزارت صحت عامه می گویند در مجموع نزدیک به 200 زخمی و کشته به شفاخانه های کابل انتقال داده شدند. به گفته سخنگوی این وزارت، کارمندان شفاخانه ها تلاش نهایی کردند تا خدمات صحی را برای زخمی های این رویداد ارائه کنند. متاسفانه در حالت امروزی بیش از 200 کشته و زخمی داریم. از این جمله 54 کشته در شفاخانه ما منتقل شده و حدود 14 زخمی داریم که در تمام شفاخانه ما فعلا تداوی مراقبت قرار داره. بازشان وخیم است. مرتضی وجود داره که آمار. سرطبیب شفاخانه جمهوریت کابل میگوید 34 زخمی و 13 کشته از این رویداد به شفاخانه جمهوریت انتقال یافته که در میان آنان یک زن و دو کودک نیز شاملند. در همین حال شمار زخمی های رویداد چشم دیدشان را چنین بیان میکنند. ما نمیدن در زیارت عباس سادت بودیم که نزدی میکنیم. امیزی پوشتر می اغرام شد نگه نفهمید کل افتید زیاد مردم شهید شد. من سلت قطع ولار رو در سینزدی تا چی او دم دی گراس شو گراس را سرال هم باشد سرال هم که خلقون فراد. گفتنیست که با وجود وقوع این حمله مراسم عزاداری در شهر کابل برهم نخورده و در دیگر بخش های این شهر مراسم همچنان ادامه داشت. در همین حال سفارت ایالات متحده آمریکا با نشر خبرنامه حمله انتحاری در شهر کابل را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه سفارت آمریکا آمده است که این کشور مانند گذشته به منظور مبارزه با تروریسم در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. حمله انتحاری کابل که 55 کشته بر جا گذاشت از سوی سازمان ملل متحد و سازمان ناتو نیز به شدت محکوم شده است. در همین حال انگلا مارکل نخست وزیر آلمان در دیدار با رئیس جمهور کرزی در آلمان نیز این رویداد را محکوم کرده و گفته است که کشورش میل دارد همکاری دراز مدت با افغانستان داشته باشد. در این حال از شهر مزار شریف در شمال افغانستان گزارش شده است که انفجار ظهر امروز این شهر را تکان داده است. مسئولان گفتند که این انفجار دست کم 4 کشته و 17 زخمی بر جا گذاشته است. محل انفجار شمال روضه مبارک چهارراهی الکوزه یکی از مزدحمترین نقاط شهر مزار شریف بود. مسئولان امنیتی گفتند شخصی که مواد انفجار را در بایسکل خود حمل می‌نمود در این منطقه شهر منفجر نموده است. محمد بشیر انصاری با جزئیات بیشتر از مزار شریف. انفجار شهر مزار شریف همزمان با مراسم عزاداری 10 محرم در این شهر به وقوع پیوست. اما مسئولان امنیتی میگویند که هیچ آسیبی به دسته های عزادار نرسیده. انفجار به حد قوی بود که صدای آن تا چند صد متری شهر شنیده شد.
و شیشه و پنجره های شماره از مغازه ها و منازل در نزدیکی رویداد شکستند. جنرال عبدالرؤوف تاج آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید فردی که هنوز هویتش روشن نیست میخواست مواد منفجره را ذریعه یک اراده بایسکل انتقال دهد. متاسفانه که امروز شما میبینید شخصی که تا هنوز تثبیت نشده کار پلیس جریان داره که معلوم نیست که اصلا انتحاری بوده و یا اینکه مواد منفجره بوده، ولی تا جایی که دوستان ملاحظه میکنند، شما ملاحظه میکنید، فکر میکنند که مواد انتقال میشده. در جریان انتقال و گپایی که انفجار میکنه که در نتیجه 3 نفر شهید میشه و 1-3 نفر هم زخمی میشه، کار پلیس، کار تحقیقات نیازهای امنیتی جریان داره. از نتیجه بعدیش دیگه انشاءالله ما شما و همه هموطنهای خود در جریان. اما میرویس ربیع رئیس سه‌تامه بلخ میگوید 4 کشته و 17 زخمی به بیمارستان مرکزی شهر انتقال شده که حالت شماره از مجروحان وخیم خوانده شده است. در همین حال جنجال میان دانشجویان پوهنتون بلخ که هنوز علت آن معلوم نیست با مداخله نیروهای امنیتی فروکش نمود. گفته می شود بر اثر درگیری فیزیکی میان دانشجویان چند تن آنها به شمول یک پلیس زخمی شدند. ادامه خبرها از کشور را از مراسم یاد بود از 10 محرم در ولایت کندهار پی می گیریم، اما پس از وقفه کوتاه. ادامه خبرها. انتحار و انفجار در اسلام جواز ندارد و کسانی که با چنین اعمال باعث کشتار مردم بیگناه می شوند دشمنان اسلام اند. این مطلب را اشتراک کنندگان مراسم تجلیل از روز عاشورا در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بیان داشتند. آنها مذاهب تشیع و تسنن را یک پیکر دین مقدس اسلام خوانده تاکید کردند که باید اهداف دشمنان اسلام که اختلاف بین مذاهب اسلام است با وحدت خنسا گردد. این اشتراک کنندگان حملات تروریستی کابل و مزار شریف را تقبیح کردند. صدها تن از شهروندان میمنه با گرد همایی در حسین میمنه از قیام خونین حادثه کربلا و شهادت حضرت امام حسین رحمت الله علیه بزرگداشت نمودند. عبدالحق شفق والی فاریاب در این مراسم گفت با اعمال انتحاری و انفجاری کشتار مردم بیگناه کار دشمنان اسلام است. امروز دیدیم یکی از مظالمی که نسبت به اسلام عزیز روا داشته می شود عمل کرد برخی افراد به شکل دفاعی بعد از دین است که دین رحمت که دین اسلام است یه دین خشین و تند و دین مثلا برخاشگر معرفی میکنند الحمدلله. خودکشی انتحار در اسلام حرام است و گروهی که در مساجد، در معابد، در بازار، در اجتماعات متخصصین دین توسط بنام دین پارا پارا میشن، تکا تکا میشن. مولوی اسدالله جمالی و سید عبدالحکیم شاه هاشمی دو تن از علمای فاریاب وحدت میان مذاهب تشیع و تسنن را اربعه قوی مبارزه علیه دشمنان افغانستان و دین اسلام خواندند و بر متفق شدن نسل جوان تاکید کردند. وقتی که دسته های غرض و اجنبی پیدا شد در بین مسلمین به انواع مختلف تفرقه انداخت، مسلمان ها در بین خود درماندن آیست آیست احقم ماندن. ای جوانان اسلام، شما به دشمنان اسلام اجازه ندید که تفرقه در بین تسنن و تشیع بندازن. امت واحد باید باشیم در برابر دشمنان اسلام. این دسیسه ها را شما پلک شرک بکنید. همچنان سخنران ها حملات تروریستی در شهرهای کابل و مزار شریف را که باعث کشته شدن تعداد از افراد بیگناه شد شدیداً تقبیح کرده و کشتار مردم ملکی را در این حادثات نمونه ای از فعالیت کسانی دانستند که به نام پیرو اسلام کار ضد اسلام و قرآن را انجام می دهند. این مراسم با تدابیر شدید امنیتی نیروهای افغان بدون کدام واقع با پایان رسید. برخی از اعضای پلیس جرگه و شخصیت های ملی افغانستان امروز در کابل بر تحکیم وحدت و همبستگی بیشتر میان مذاهب و اقوام ساکن در این کشور تاکید کردند. آنان که به مناسبت عزاداری روز عاشورا یعنی روز قیام و شهادت امام حسین نواده پیامبر اسلام و یارانش صحبت می کردند می گویند که یزید می خواست با گرفتن بیعت اجباری از حضرت امام حسین به حکومت خودکامه خود مشروعیت ببخشد. به گفته آنان امام حسین با قبول کردن شهادت و تن ندادن به بیعت یزید
رسید خط زرین را در تاریخ اسلام رقم زد. عبدالوکیل نایبی گزارش می‌دهد. وقتی یزید به قدرت رسید امام حسین فریاد می‌زند فاتحه اسلام را بخوانید. اینجا مدرسه خاتم الانبیا در غرب شهر کابل است که شمار زیادی از شهریان کابل بعد از شرکت در مراسم عزاداری قیام عاشورا حضور به هم رسانیدند. به باور برخی سخنرانان در این مراسم هدف اساسی حضرت امام حسین و یارانش جلوگیری از انحرافی شدن دین اسلام به دست یزید و بر افراشته نگه داشتن بیرق اسلام ناب محمدی بود، اما به صورت بی‌رحمانه توسط لشکریان یزید همراه با 72 تن از یارانش به شهادت رسید. به باوری آنان یزید قصد داشت تا با گرفتن بیعت از امام حسین بر سلطه خودکامه خود مشروعیت ببخشد، اما نپذیرفتن شرایط یزید از سوی نواده پیامبر اسلام منجر به شهادت و حماسه کربلا گردید. یا با صالح یاد ما باش، کربلا رفتی یاد ما باش، یا با صالح یاد ما باش، کربلا یزید امام حسین را می شناخت و امام حسین یزید را. سوال اساسی در این بود که قدرت غیر مشروع یزید بدون بیعت امام حسین از استقرار و پایانی برقرار می شد. برای این که امتناع امام حسین از بیعت برای امت مسلمه این حقیقت را نشان داد که این دستگاه از راه غیر مشروع و به صورت غیر مشروع و اجسار امت مسلمه آقا ساخته شد. حق، عدالت، دفاع از ارزش‌ها و مبادی متعالی اسلامی، وفاداری، تعهد، ایمانداری، سمبولش امام حسین رضی الله عنه است. شهامت، غیرت، مجاهدت، یزید سمبول چیست؟ استبداد، ظلم، حق تلفی، ناروا، فساد، خودخواهی، خودکامگی، این دو سمبول در برابر هم قرار میگیره. هرچند ابعاد این نبرد میان امام حسین و لشکریان یزید از لحاظ نظامی بزرگ نبود، اما اثر اعتقادی و سیاسی بزرگی در پی داشته است که از یک سو سبب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت بنی امیه شد، به طوری که پس از آن قیام‌های فراوانی با شعار خونخواهی حسین در ضد آن حکومت رخ داد و در نهایت منجر به سقوط آن شد، و از سوی دیگر نقش چشمگیری بر هویت اجتماعی و اعتقادی مسلمانان تا صدهای بعد تا به امروز داشته است. چگونه کسانی که آمدن حسین را کشتن فراموش کردن که این مکتب و این دین دین است که جدش رسول خدا او را آورده است. حرکت امام حسین علیه السلام یک حرکت الهام بخش بود و یک حرکتی که یادآور حماسه بزرگ مبنی بر آزادی خواهی و عدالت بود. شمشیر بدن سمت الله ثابت کرد، دست عبدالله را به پوست آمد میشید. شما را از علمای دینی بر وحدت ملی در افغانستان تاکید کردن میگویند دست های داخلی و خارجی تلاش دارند تا میان شیعیان و سنی ها در این کشور نفاق اندازی کنند. آنان به جوانان افغان هشدار دادند که همچنان دست های در تلاشند تا جوانان افغان را منحرف ساخته و از دین اسلام به ادیان دیگر سوق دهند. در مراسمی که در مدرسه خاتم النبیین به یاد بود از عاشورا برگزار شده بود، شماری از مقام های حکومت، اعضای مجلس نمایندگان، دانشمندان، علمای دینی و شماری زیادی از شهریان کابل شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان این مراسم بر وحدت میان شیعیان و سنی ها در افغانستان تاکید کردند. با گفته آنان نسبت به دیگر کشورهای اسلامی وحدت و اتفاق میان پیروان این دو مذهب در افغانستان بیشتر است، اما توطئه برای از میان برداشتن این دوستی و برادری جریان دارد. با گفته نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور، باید تلاش های برای خونسا ساختن این توطئه ها شدت یابد. دنیا برام برام اشیای سنی انداختن تفرقه
از این شما فرید درد استفاده کردن به نفع دیگرا اجانب این نارواست. امت اسلامی باید بیدار بوده باشن. امت اسلامی بیداری امت اسلامی را میخواییم تا که ما در دین ما محکم نموده باشیم دیگه ما هیچ چیز ما را جمع کردن نمیتونه. آیت الله محسنی یکی از علمای دینی کشور میگوید عدم وحدت میان مسلمانان باعث شده که جامعه غرب مسلمانان را به دیده حراس افغان بینگرند. به گفته او اکنون شماری از جاسوسان خارجی در افغانستان کار میکنند تا جوانان مسلمان را از دین اسلام منحرف سازند. امروز الان همین که الان حالت موجودی افغانستان یک عده جاسوس وجدان سیاه وجدان این است سیاه شده اخدهی های فلی اینا جوانا را میخواین از دین بیرون کنند. حتی اونا که بدین معتقد هم با خدا معتقد میان ولو به نام مسیحیت هم که شده میخواه مسیحی شو از اسلام بیرون شد از او را میخواین جوانا را خراب کنند. جوانا مواظب باشه دام برای شما کشیده شده یکی اقنم مشهوره چی در کابل چی در جایی دیگر دهم محرم الحرام مانند دیگر روزهای تاریخی برای مسلمانان ارزش ویژه دارد و آنان با برگزاری مراسم خاصی از آن یادبود به عمل می آورند. با این وجود از دهم محرم در تکیه‌خانه چند اول کابل نیز یادبود به عمل آمد. شمار از علما و متنفذین افغانستان در این مراسم ضمن یادبود از ایثار و فداکاری های نواده رسول اکرم حضرت امام حسین بر ادامه راه وی تاکید کردند. دهم ماه محرم که مصادف با حماسه حضرت امام حسین علیه السلام است بخش بزرگ از تاریخ اسلام را تشکیل می دهد و فاجعه علمناک کربلا یکی از بزرگترین، مهمترین و تأثیرگذارترین حوادث در بستر تاریخ اسلام به شمار می رود. روز عاشورا همساله در جهان و افغانستان با مراسم های ویژه در تکیه خانه ها و مساجد کشور برگزار می گردد. از این روز در تکیه خانه چنداول کابل نیز تجلیل گردید. هر وقت حسین الله اکبر میگه یک صدای دیگرم بلنده او صدا صدای زینبه حسینم نور عینم تکبیرت را بلندتر بگو آخر ما دیگه غیر از تو کسی را نداری. مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام در افغانستان سابقه بسیار طولانی دارد. ایثار و فداکاری نواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه تنها اسلام و راه و روش محمدی را نجات داد بلکه با ریختن خونش قرن‌ها و نسل‌ها تا امروز موج‌های مقاومت، ایثار و جوانمردی، صلح طلبی و صلح‌خواهی ایجاد شد. با این وجود شماری از علما و متنفذین کشور در این گردهمایی که به مناسبت روز عاشورا برگزار شده بود بر ادامه راه امام حسین علیه السلام تاکید کردند. خدایی که مرگ و زندگی را آفرید برای که شما را بیازماید کی بهتر و خوبتر عمل میکنه یعنی این رحم که رحم دنیا باشد دار عمله. اینجا باید عمل بکنی بهتر عمل بکنی تا وقتی از این رحم متولد میشوی به جهان دیگر و سرای آخرت اونجا به خاطر این عملی که اینجا داشتی نتایج و ثمرات را ببینیم. میبینیم که جایگاه و منزلت امام حسین علیه السلام این قهرمان وادی پربرای کربلا که جانم به فدایش با تا چی پیمانه در پیشگاه نبی گرامی اسلام بالاست و از بالاترین منزلت و قرب برخوردار است. اما امت جدش با او چی کردهاند و اکنون ما چی میکنیم؟ سوار است و بزرگی تمام تاریخ. ماه محرم ماه حزن اندو و عزاداری است. این ماه به خاطر حوادث و بقایای فراوانی از جمله عروج حضرت ادریس به آسمان، استجابت دعای حضرت زکریا، عبور حضرت موسی از دریا، غرق شدن فرعونیان در نیل، عذاب اصحاب فیل، غزوه ذات الرقا، فتح خیبر، ازدواج حضرت زهرا، حادثه خونین کربلا تا سوعا و عاشورا، شهادت امام حسین علیه السلام، اسارت خاندان امام به کوفه و شام که در آن رخ داده است، پرحادثه‌ترین ماه به شمار می‌رود. و نباید هیچ مسلمان این ما را فراموش کند. جمال فرید، تلویزیون آریانا، کابل.
در این حال شمار از پیروان مذهب اسماعیلیه در شهر کابل نیز دهم محرم الحرام روز حماسه کربلا را با برگزاری نشست های سوگواری در جماعت خانه کابل به عزاداری نشستند. سید منصور نادری عضو مجلس نمایندگان و رهبر فرقه اسماعیلیه افغانستان حماسه کربلا را عظیمترین حادثه تاریخ اسلام عنوان کرده گفت زمان میتوان بزرگی این جنگ را درک کرد که دلیل وقوع جنگ کربلا را کالبد شگافی نماییم. شرح بیشتر از مسافر قوقندی. با گذشت هر سال حماسه کربلا با فرا رسیدن ماه محرم الحرام با برگزاری نشست های سوگواری پرشورتر از سال پیش حقانیت این حماسه را برای جهان اسلام رونما می گرداند. مردم افغانستان نیز پیرو هر مذهب اسلامی که باشند با برگزاری مراسم مختلف سوگواری این روز را عزا می گیرند. شمار در مساجد، شمار دیگر در زیارتگاه ها، شمار در حسینی ها و تکایا و برخی هم در جماعت خانه ها. پیروان فرقه اسماعیلیه نیز دهم محرم را در کابل و برخی نقاط دیگر کشور با عزاداری سپری کردند. سید منصور نادری رهبر فرقه اسماعیلیه افغانستان و عضو مجلس نمایندگان حماسه کربلا را بزرگترین حادثه تاریخ عنوان کرد. او گفت زمانی میتوان بزرگی این حادثه را درک کرد که دلیل وقوع قیام امام حسین را کالبد شگافی کرد. قیام امام حسین و یارانی امرت میشان یک حادثه تصادفی و بی پایه نبود، بلکه اساس قیام بر پایه یک اندیشه بزرگ اعتقادی دینی که مبنای آن به آزادی خواهی، ظلم ستیزی و گرفتن یک مظلوم از ظالم بود تشکیل می داد. چنانچه سید قطب میگوید هیچ شهیدی در سراسر زمین مانند حسین نیست که احساسات و قلبها را قبضه کند و نسلها را به غیرت و فداکاری بکشاند. چه بسا بسیار کسانی اگر هزار سال هم میزیستند امکان نداشت بتوانند عقیده و پیامشان را گسترش دهند، ولی حسین عقیده و پیامش را با شهادتش به کرسی نشاند. مسافر قوقندی، تلویزیون آریانا، کابل. شمار از شهریان کابل از دهم محرم با یک جا شدن در مسجد امام باقر در قلعه فتلا یاد بود به عمل آوردند. شرکت کنندگان این مراسم گفتند هدف اساسی امام حسین این بود که از عملکردهای نادرست یزید جلوگیری کرده و مسلمانان را از راه غلط باز دارد. صدها تن در مسجد امام باقر شهر کابل در مراسم از عاشورا یاد بود به عمل آوردند. سخنراران در این مراسم گفتند یزید میخواست مردم را از دین اسلام منحرف ساخته و تلاش های 23 ساله پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و یارانش را از بین ببرند. به گفته آنها امام حسین در برابر این مقصد شوم با یارانش قیام کرده و جانهایشان را قربان کردند. امام حسین برای خودش وظیفه احساس کرد، تکلیف الهی احساس کرد، آمد تا از 23 ساله زحمت پیغمبر و زحمت خلفای راشدین و زحمت همه اصحاب و انصار اسلام که در راه اسلام شهید شدند از اینا دفاع بکنه. در نقاط دیگر شهر کابل نیز مراسم عزاداری برپا شده بود. زیارت کارتی سخیم نیز محلی است که همه ساله هزارها تن برای یاد بود از عاشورا در اینجا حضور می‌یابند. اسلام حجاب در آریانا تلویزیون کابل. خبرها ادامه دارد، بیننده آریانا باشید. نمودن این پیشکش به شماره 745 در تماس شوید. یک شرکت افغانی توسط افغان ها برای افغان ها. افغان بیسی ارتباط دهنده افغانستان.
خبرها را از آریانا دنبال میکنید. از دهم محرم و عاشورای حسینی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان نیز با حضور هزاران تن از مردم و عزاداران برگزار شد. مراسم عزاداری و سخنرانی در شهر مزار شریف در کنار آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام پدر امام حسین در حالی که تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ گردیده بود برگزار شد. محمد بشیر انصاری از مزار شریف گزارش میدهد. دسته های عزاداران با حمل علم های سیاه رنگ به یگانه مسجد جامع و بزرگ شهر مزار شریف گرده هم آمده و این مراسم را با شیوه های خاص برگزار کرده. بی تردید یکی از مهمترین وقایع تاریخ اسلام عاشورا است که پس از گذشت 1400 سال هنوز با عنوان حماسه جاوید مطرح است. به گفته سخنرانان در همایش حسینی در مزار شریف، امام حسین پرچمدار آزادی و آزادگی است. او متعلق به همه بشریت بوده و عاشورا یک حادثه نیست بلکه یک مکتب است که او بنیان نهاده و بشر از تفسیر آن عاجز مانده است. آنان همچنان یزید را مظهر بی‌عدالتی خواندند. ما باید آموده های حق طلبانه امام حسین و همه شهیدان کربلا را که شهادت با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح داده هماره فراچشم داشته باشیم. باید در اندوه آل پیامبر گریست و در ماتم فرزندان فاطمه الزهرا سوگوار بود، اما هر کاری را باید با رعایت موازین شریعت اسلامی تنظیم کرد و مهمتر از همه باید از مکتب عاشورا هر روز درس های نو آموخت و در زندگی پیاده نمود. نهضت امام حسین علیه السلام واقعا جنبه بیدارگرانه داره. در پیام ها بود که مردم دنیا قطع نظر از مسلمان ها از نهضت امام حسین درس گرفتن و عبرت گرفتن. سخنرانان در مزار شریف گفتند که در روز شهادت امام حسین و یارانش مردم در تمام کشورهای اسلامی عزاداری می کنند و او با شهادتش درس بزرگ برای جهان داد. در همین روز میدان کربلا شاهد شجاعت، سخاوت و ایثار امام حسین بود و این خصلت هایی است که خداوند به بندگان بهتر خود ارزانی می کند. همچنان گزارش های رسیده از ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان در شمال افغانستان حاکی از آن است که مراسم سوگواری از دهم محرم در این ولایت ها نیز برگزار شده است. از دهم محرم سال روز عاشورای حسینی امروز در غزنی نیز با اشتراک هزاران تن از باشندگان شهر غزنی در فضای کاملا امن یادبود شد. سخنرانان امام حسین را از شجاع‌ترین مردان در تاریخ بشریت عنوان کردند و از دستگاه یزید را و دستگاه یزید را از فاسق‌ترین رژیم آن وقت تلقی نمودند. ولایت غزنی روز سه شنبه مانند سایر ولایت های کشور شاهد برگزاری دهم محرم سال روز شهادت امام حسین علیه السلام بود. با آنکه در سراسر این ولایت عزاداران امام حسین به سخنرانی و نوحه سرایی پرداختند، اما صدها تن از این عزاداران به پاس خون پاک شهدای کربلا و اهدای خونشان برای نیازمندان تجمع کردند. علمای دینی در این ولایت میگویند امام حسین علیه السلام با اهدای خونش اسلام را در جهان بیمه کرد و برای بقای نسل بشریت خونش را ریخت. اما جوانان امروز به تصحیح از پیشوایانشان خونشان را برای حیات مریضان اهدا میکنند. آنان امیدوارند که این فرهنگ در سراسر کشور رایج شود. امام حسین علیه السلام با اهدای خون اسلام را بیمه کرد، اما این جوانای عزیز دلسوخته ای که می آید با اهدای خون یک فردی که مشرف به مرگ است حیات او را تضمین می کند. برای از این که ما هم تانسته باشیم یک قدم بسیار کوچیک را، و قدم بزرگ را که امام حسین در کربلا برداشت، ما یک قدم کوچیک را در همین مسیر برداشته باشیم، خونهای خود را عاشقانه هدیه می کنیم. گفته نیست که دسته های سینه‌زنی عاشقان امام حسین علیه السلام در سراسر این ولایت با سینه‌زنی و نوحه سرایی نیز پرداختند. عدم شرکت پاکستان در نشست دوم بن باعث گردید که شانس مباحث منطقه‌ای برای رفع چالش‌های موجود در منطقه از بین برود. دکتر زلمه خلیزاد، کارشناس مسائل بین‌المللی، در مصاحبه ویژه با تلویزیون آریانا بازهار این مطلب گفت که با وجود تعهد جامعه جهانی مبنی بر همکاری با افغانستان پس از سال 2014 میلادی، نگرانی‌های نیز در پیوند با قضایای افغانستان وجود دارد. شرح بیشتر این خبر در گزارشی از نذیر عظیم کریمی از آمریکا. دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان و سازمان ملل متحد، در مصاحبه ویژه با تلویزیون آریانا گفت هرچند نشست اول بن اساس دولتداری را در افغانستان گذاشت و پیشرفت‌هایی نیز در این کشور صورت گرفته است،
اما مشکلات زیادی در قسمت فساد اداری وجود دارد و فرصت‌های زیادی از دست رفته است. بر اساس گفته‌های وی، هرچند جامعه جهانی در نشست دوم بن بر ادامه همکاری‌هایشان پس از سال 2014 با افغانستان تأکید کردند، اما نگرانی‌های در مورد عدم تطبیق قانون، وجود فساد اداری و همچنان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. دکتر خلیلزاد همچنان یادآور می‌شود که پیش از این نیز نشست‌های بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار گردیده ولی تعهدات بیشتر آنان عملی نشده است. او افزود که پاکستان در نشست دوم بن اشتراک نکرد و چانس بحث‌های منطقه‌ای را برای تفاهم متقابل از بین برد. از نگاه سیمبولیک یک قدمی هست که پاکستان در یک کنفرانسی که بر افغانستان بسیار مهم است اشتراک نکرد. این از نگاه سیمبولیک مهم است، اما فکر کنم که شرایط هنوز آماده از این نیست که یک تفاهم بین افغانستان و پاکستان یا بین افغانستان و پاکستان و امریکا صورت گرفته بتانه. مداخله هنوز هم دوام داره از طرف پاکستان، گروپ هایی که به ضد افغانستان و دنیا می جنگن در افغانستان کلی قبول میکنن آله که مراکز دارن در پاکستان. من طرفدار از این هستم که امریکا و افغانستان و دیگر کشورهای زی علاقه بخصوص کشورهای کلان، کشورهای مهم، مثلا کشورهای اروپا، کشورهای مهمش روسیه، چین و هندوستان و امریکا، اینا به یک تفاهم برسن که چطور به اساس چه رقم یک پلان همکاری میکنن که کشورهای منطقه را تشویق بکنن به یک تفاهم و تفاهم به اساس عدم مداخله در امور یک دیگه و احترام منافع اولیای یک دیگه. و فکر کنم که هنوز شرایط برازی آماده نیست که یک چیز صورت بگیره. دکتر زلمه خلیلزاد از کشورهای قدرتمند جهان خواست که کشورهای منطقه را باید تشویق کنند تا در راستای تأمین ثبات منطقه‌ای همکاری کنند، چون بدون همکاری این کشورها تأمین ثبات ناممکن می باشد. و شرکت هوایی کامیار که مسئولیت انتقال 10,000 زائر بیت الله شریف را به عربستان سعودی و بازگشت آنها را بر افغانستان داشت، از تکمیل روند انتقال این زائران خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند روند انتقال 10,000 از حجاج دوشنبه 14 ماه روان تکمیل شد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شد. از این که ما را همراهی کردید